سرخط خبرها. تجمع جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی. صدای اعتراض جوانان کم کم در همه جای دنیا شنیده می شود. بزرگترین اعتراضات زیست محیطی تاریخ در سراسر جهان از جمله اینجا در مرکز لندن. آمریکا در انتظار تصمیم عربستان. مقام‌های پنتاگون به ترامپ از گزینه‌های موجود می‌گویند. توقف مذاکرات صلح و ادامه ناامنی در افغانستان. نگاهی به ولایت فاریاب که جنگ در آنجا به تازگی 12 غیر نظامی را کشت. و پرواز را به خاطر بسپار. پرندگان در آسیا و آمریکا بیشتر از هر زمانی مردنی شدند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. امروز در سراسر جهان صدها هزار نفر به خیابان ها آمدند تا به کم اعتنایی به ضرورت مقابله با تغییرات اقلیم اعتراض کنند. این بزرگترین راهپیمایی حامیان محیط زیست است. دانش آموزان هم به این اعتراض ها پیوستند و به نظر می رسد نگرانی جوانان از آینده کره زمین از هر زمانی بیشتر شده. امروز در سیدنی هزاران دانش آموز با پلاکارد‌هایشان در مرکز تجاری شهر تجمع کردند. آنها خواستار تغییر سیاست برای مقابله با تغییرات اقلیمی هستند. در سئول معترضان چراغ‌هایی به دست داشتند و آنها را به نشانه درخواست کمک خاموش و روشن می‌کردند. در بانکوک تظاهرکنندگان جلوی وزارت محیط زیست جمع شدند و خواستار اقدام دولت شدند. در سراسر جهان 5000 تجمع برگزار می شود. بیش از 1 میلیون دانش آموز در این تجمع ها شرکت می کنند. مسئولان حدود 1800 مدرسه در سراسر جهان به دانش آموزان اجازه دادند که امروز سر کلاس های خود حاضر نشوند. در دهلی دانش آموزان تظاهراتی با نام جمعه ها برای آینده راه انداختند. آنها خواستار اقدام های فوری تر برای مقابله با تغییرات اقلیمی هستند. دانش آموزان به مقابله وزارت مسکن و شهرسازی رفتند و شعارهایی در حمایت از محیط زیست دادند. در لهستان هم جمعیت زیادی به خیابان ها آمدند. تصاویری که میبینید مربوط به ورشو است. تظاهرکنندگان جلوی پارلمان شعار میدادند اجازه ندهید آینده ما خراب شود. معترضان در برلین جلوی وزارت اقتصاد جمع شدند. آنها گفتند آیندهشان در دست سیاستمداران است. خواهان اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی شدند. اینها تصاویر معترضان در پاریس است. در فرانسه هزاران نفر به خیابان آمدند و در پلاکارد‌هایی در اعتراض به کم اعتنایی به ضرورت مقابله با تغییرات اقلیمی با خود حمل کردند. صدها تظاهرکننده در آفریقای جنوبی با در دست داشتن پلاکارد های به خیابان آمدند. در جوهانسبورگ تظاهرکنندگان خواستاران شدند که دولت اقدام فوری برای پایان دادن به سرمایه گذاری در زمینه سوخت های فسیلی انجام دهد. و بالاخره این تصاویر مربوط به تجمع طرفداران محیط زیست در لندن. لندنی ها از جمله کودکان و جوانان به این تجمع پیوستند. تجمع امروز در نقاط مختلف لندن برگزار میشه. در شهرهای دیگر بریتانیا هم تجمع هایی برگزار میشه. صادق خان شهردار لندن هم از دولت خواسته برای مقابله با تغییرات اقلیمی دست به کار بشه. سیاوش اردلان از مرکز شهر لندن در قلب یکی از این راهپیمایی ها با ماست. بهمون از فضای امروز لندن بگو و اینکه چرا امروز انتخاب شده برای چنین تظاهراتی در سراسر جهان. سیاوش ناجی، همون تصاویری که در ابتدا ما نشون دادیم حاکی است که این جنبشی جهانی هستش. برای اولین بار یک اعتراض زیست محیطی صدها شهر مختلف جهان رو در بر گرفته، از جمله اینجا در مرکز لندن در مقابل پارلمان بریتانیا.
مثل خیلی از جاهای دیگه که مقابل ساختمان‌های سازمان محیط زیست و یا صنایع مختلف دولتی مردم تجمع کردن، خواستار اولویت دادن به بحران اقلیمی شدن، یعنی فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی و تحریزی یک الگوی جدید اقتصادی و مصرفگرایی. اینجا هم در لندن جمع زیادی از مردم، قرار بود جنبش دانشجویی باشه ولی جمع زیادی از خانواده‌ها، صنف‌های مختلف مردم، احزاب سیاسی، دانشگاهیان به این تجمع پیوستن و خواستار اولویت دادن به بحث بحران اقلیمی شدن. از پلیس من اینجا پرسیدم این وسعت تجمع چقدر سابقه داره، گفت ما تجمعات و اعتراضاتی به این وسعت دیدیم، اما آنچه که این پلیس بهش اشاره نکرد این هستش که برخلاف بسیاری دیگه از اعتراض‌ها و جنبش‌های مختلف مثل جنبش‌های ضد جنگ، اعتراضات سیاسی و فرهنگی که با تموم شدن مورد اعتراض جنبش هم به پایان میرسه، به نظر نمیاد که این جنبش پایانی برش بشه متصور شد، چرا مطالبه اینها بسیار انقلابی هستش، تغییر نظم موجود در جهان. جنبشی که نزدیک به یک سال پیش از یک دختر 16 ساله در سوئد شروع شد که جمعه سر کلاس درس نمی‌رفت و به کوتاهی سیاستمداران در مقابله با بحران اقلیمی اعتراض بکنه، حالا ظرف کمتر از یک سال به یک جنبش جهانی تبدیل شده که از جمله اینجا در لندن تعداد زیادی، فکر کنم بگم اونم ده ها هزار نفر رو در بر گرفته. و باید توجه داشته باشین من شاهد حضور جریانات اصلی رسانه‌های بزرگ به استثنای بی بی سی نبودم و این خودش نشون میده که بسیاری از اطلاعات و فرهنگ سازی از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام میشه و این یک تغییر خیلی ویژه هستش که این گونه تظاهرات و جنبش‌ها با جنبش‌های دیگه دارن که در آستانه اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل برگزار میشه در نیویورک، جایی که قرار خیزش و اعتراضات امروز جهانی به اونجا منتهی بشه با این هدف که بر اجلاس سران جهانی درباره تغییر اقلیم بتونه تأثیر بذاره و اونها رو مجاب بکنه سیاست‌های جدیدی رو اتخاذ کنن برای فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی در جهت کاهش روند گرم‌تر شدن کره زمین. متشکرم از تو سیاوش اردلان از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن با ما. و از نورنبرگ آلمان علی خادم الحسینی فعال محیط زیست از این شهر با ما هستن تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای خادم الحسینی، فکر میکنید که جریان‌های مثل این جریان که اینقدر داره همینطور بزرگتر و گسترده تر میشه و مخصوصا کودکان و نوجوانان از گردانندگان اصلی چنین تظاهراتی هستن، چقدر واقعا کمک میکنه به مبارزه با تغییرات اقلیمی؟ خب در واقع باید ببینیم که اتفاقاتی که داره میفته چه تأثیراتی تا الان گذاشته. مثلا به اروپا، همین آلمان من اشاره بکنم که تا الان ما شاهد این بودیم که حزب‌های سیاسی که برای محیط زیست بیشتر و برای حفاظت از اقلیم می‌جنگن رای دهنده‌های بیشتری گرفتن. خب البته سیاستمدارایی که الان داخل پارلمان میشینن تنها چیزی که دلشون براش میسوزه همین رأی هاشونه و وقتی که توسط ما اینا تهدید بشن که رأی هاشون ازشون گرفته میشه اینا قطعا عمل خواهند کرد. جنبشی که ما داریم الان، خب امروز 3500 شهر مختلف تو 150 تا کشور مختلف جهان در حال اتفاق، همین الان که ما داریم حرف میزنیم داخل تهران بچه ها دارن برگزار میکنن این قضیه رو. جالبه که از تهران صحبت میکنید، ما متاسفانه تصویری هنوز از تهران نداشتیم، سعی میکنیم که در ادامه برنامه های خبریمون حتما اگر که تصاویر از تهران رو هم داشته باشیم پخش بکنیم. فکر میکنید که چقدر تغییر فرهنگ میتونه کمک بکنه به تغییر سیاست های کشورها؟ خب به هر حال میدونیم که اینها جوانان این جامعه هستند و همین بیدار بودن و یا آگاه بودن نسبت به مسائل تغییرات اقلیمی تفاوت زیادی در سبک زندگی اونها هم ایجاد کرده. خب بذار من اینطوری براتون بگم که کشورهای اروپایی تقریبا 5 زمین در طول هر سال استفاده می‌کنه، هر خانواده با این روش استفاده از منابعی که ما داریم بین 5 تا 7 زمین ما نیاز داریم که بتونیم زندگی کردن ادامه بدیم. تغییر فرهنگ ما خیلی مهمه، ما باید در حدی این فرهنگ رو تغییر بدیم که
نیاز مصرفمون بیاد پایین تا در حد یک زمین. خب از این نشدنیه. در صورتی شدنی میشه که اولا حکومت ها تو سرتاسر جهان به عهدنامه پاریس پایبند بمونن و اون قول هایی که دادن واقعا عملی بکنن. و چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که ما مصرف گوشت کم بکنیم. البته الان خیلی امکان داره کریتیک های مختلفی بیاد به سمت وگانیسم و گیاهخواری، ولی خب میدونیم که مثلا آتش‌سوزی‌هایی که اخیرا داخل آمازون اتفاق افتادن به خاطر بزرگ کردن فضا برای دامداری بوده. خب اگه ما نیاز به گوشت اونقدر نداشته باشیم، خب نیاز به این فضاها هم نیست و ما میتونیم یه تعادلی برقرار بکنیم. پس فکر میکنه تغییر فرهنگ از پایین به بالا تأثیر خودش رو در نهایت بر تغییر سیاست ها خواهد گذاشت؟ سرعتش قطعا کم خواهد بود، ولی خب شاهد این خواهیم بود که مردم تغذیهشون تغییر خواهد کرد و نوع رفتارشون نسبت به خرید کردن و استفاده از انرژی. متشکرم از شما علی خادم الحسینی، فعال محیط زیست از نورنبرگ آلمان با ما. توییتر حساب یک مقام ارشد سابق در دربار سعودی را بسته است. سعود قحطانی که نامش در پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی مطرح شده، بیش از 1,200,000 دنبال کننده داشت. او قبلا تبلیغات بزرگی در شبکه‌های اجتماعی به نفع محمد بن سلمان ولیعهد سعودی راه انداخته بود. توییتر همچنین چند حساب مرتبط با تشکیلات رسانه‌ای دولتی عربستان سعودی را بسته است. به علاوه چند صد حساب دیگر در امارات متحده عربی و مصر مسدود شدند که در حمایت از سیاست‌های حکومت عربستان از جمله درباره قطر و یمن توییت می‌کردند. ائتلاف عربستان گفته به حوثی‌ها در شمال بندر حدیده یمن حمله کرده. یکی از سخنگویان این ائتلاف گفته 4 پایگاه حوثی‌ها کاملا تخریب شده. گفته شده در این پایگاه‌ها قایق‌های کنترل از راه دور و مین‌های دریایی ساخته می‌شده. این اولین حمله نیروهای ائتلاف به حوثی‌ها از زمان حمله به تأسیسات نفتی عربستان است. وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن منتظر میماند تا عربستان سعودی در مورد حمله به تأسیسات نفتیش به جمع‌بندی برسد و آن را اعلام کند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، آنها قصد ندارند از عربستان جلو بیفتند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی گفته این ایران نیست که میخواهد تا کشته شدن آخرین آمریکایی بجنگد. جزئیات بیشتر از فیروز اکبریان. بقایای سوخته تأسیسات نفت خام خوریس در عربستان، یکی از دو پالایشگاه نفت خامی که حدود یک هفته پیش به آنها حمله شد. آتش حمله در اینجا خاموش شده و سازه‌های سوخته بر جا مانده. حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند چند باری گفتند که حمله کار آنها بوده. نه واشنگتن حرف آنها را باور دارد، بر اساس نشانه ها از یه جهت های ایران مسئول این حمله است، اما منتظر میمونیم که عربستان خودش به جمع‌بندی برسه و اون جمع‌بندی رو به جامعه بین المللی اعلام کنه. این یه مسئله بین المللیه. موضع تازه پنتاگون در حالی است که واکنش ها از واشنگتن در این یک هفته متفاوت بوده و گاه متناقض. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اول گفت آماده اقدام نظامی است. بعد گفت ترجیح می‌دهد از جنگ پرهیز کند. سعودی‌ها می‌خوان از اونها حفاظت کنیم، اما باید با اونها به راه حلی برسیم. به اونها حمله شده، نه به ما. بعضی رسانه‌ها در آمریکا به نقل از منابعی در دولت گفته‌اند امروز در کاخ سفید جلسه شورای امنیت ملی برگزار می‌شود. قرار است پنتاگون طیف وسیعی از گزینه‌های نظامی را در اختیار آقای ترامپ بگذارند. گفته شده آنها همچنین به دونالد ترامپ هشدار خواهند داد که اقدام نظامی علیه تهران می‌تواند به جنگ ختم شود. چند خبرگزاری به نقل از مقام‌های واشنگتن می‌گویند پنتاگون در حال سبک سنگین کردن ارسال تجهیزات نظامی بیشتر به خاورمیانه است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفته بود واشنگتن به دنبال ائتلافی برای راه حل صلح‌آمیز برای کاهش تنش با ایران است. وزیر خارجه ایران با تنه پرسیده ائتلاف برای صلح؟
قیاس چند روز پیش بقایای پهپادها و موشک‌های کروزی را به نمایش گذاشت و گفت با آنها به پالایشگاه‌هایشان حمله شده. عربستان می‌گوید باید با عامل حمله برخورد کرد. عربستان و آمریکا هر دو ایران را مسئول می‌دانند. با این حال پنتاگون می‌گوید قرار نیست واشنگتن در این زمینه کاسه داغ‌تر از آش شود. به نظر می‌رسد فعلا کمتر کسی به فکر جنگ است. فیروزه اکبریان، بی بی سی. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی می‌گیریم. صدای طرفداران محیط زیست در مقابل با تغییرات اقلیمی کم کم در همه جای دنیا شنیده می‌شود. در حالی که آمریکا در انتظار تصمیم عربستان درباره حمله به تأسیسات نفتی‌اش است، مقام‌های پنتاگون به ترامپ از گزینه‌های موجود برای مقابله با عامل حمله می‌گویند. در ادامه برنامه، جمعیت پرندگان در آسیا و آمریکا در 50 سال اخیر 3 میلیارد کم شده. در افغانستان جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان سال هاست که از غیر نظامیان قربانی میگیرد. پس از لغو مذاکرات صلح، درگیری های مسلحانه و حملات هوایی بیشتر شده. فضل احمد یلغوز خبرنگار بخش ازبکی بی بی سی به ولسوالی دوردست گرزیوان ولایت فاریاب رفته، جایی که اواخر ماه گذشته در یک حمله هوایی 12 نفر از جمله چند کودک کشته شدند. نیمه های شب بود که جنگ در گرفت بین طالبان و نظامیان افغان در ولسوالی گرزوان فاریاب. نیروهای طرفدار دولت 4 بم به این روستا پرتاب کرد. این زن 6 عضو خانواده اش را در یک شب از دست داد. 2 پسر، 1 عروس و 3 نوه، 5، 4 و 1 ساله. یادگاری هایی که از کشته ها بر جا مانده داغ او را تازه می سازد. فرزندلارم همه از تورپاق ده. تورپاقان قاقراتم من تورپاق. همه فرزندانم در گرد و غبار گم شده بودند. آنها را از زیر آوار بیرون آوردند. چشم و دهانشان پر از گرد و خاک بود. خون از دهان و بینی آنها بیرون زده بود. روی آنها را پاک کرده و گریه می کردم. در این حمله هوایی 12 غیر نظامی کشته شد. اما ارتش افغانستان گفت که آنها یک مخفیگاه طالبان را هدف قرار داده و 47 طالب را کشتند. ساکنان محل در جنگ سخت گیر افتادند. سازمان ملل در 10 سال گذشته برای نخستین بار در گزارش 6 ماه اول امسال اعلام کرد که نظامیان افغان عامل بیشترین کشتار غیر نظامیان بوده. هر طرف دولتی ها میزد. این مرد هم 4 دختر و 1 عروسش را از دست داده. اگر به این کوچه نگاه کنید، پاسگاه های دولتی تنها چند متر از خانه ما فاصله دارد. بنابراین وقت صدای هواپیما را شنیدیم، احساس اطمینان کردیم. رفتیم که بخوابیم. فکر کردیم که هیچ اتفاق رخ نخواهد داد. اما دیر نگذشت که بمب در خانه اصابت کرد. بستگان قربانیان در میمنه مرکز ولایت فاریاب برای دادخواهی جمع شدند. هرچند به گفته خودشان بارها از سوی مقامهای محلی تهدید شدند تا سکوت کنند. چنپوشی میشن. اینا اگر عدالت خواهی باشد درزی ما را داد ما را هر جایی که بشنوه ما را اینایی که کرگنات داده اینایی که ما را زیر بم ساختن خاک بار کردن اینا باید دستگیر شوند. کسانی که این قضیه دست داره اینا در پنجه قانون سپرده شوند. دولت و شورشیان طالب یک دیگر را به کشتار غیر نظامیان متهم می کنند. این اواخر لغو مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا زندگی را برای روستانشینان سخت تر کرده. مردمی که چاره جز زندگی کردن در مناطق جنگی ندارند. فضل احمد یلغوز، بی بی سی، ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب.
فدراسیون فوتبال استرالیا گفته علیرضا فقانی تمام وقت در لیگ برتر فوتبال استرالیا داوری خواهد کرد. آقای فقانی سابقه قضاوت در چند بازی بین المللی از جمله 4 بازی در جام جهانی قبلی و فینال جام ملت‌های اروپا را در کارنامه خود دارد و 2 سال بهترین داور قاره آسیا شد. او اخیراً به گفته خودش به خاطر تحصیل فرزندانش به استرالیا مهاجرت کرده. 2 تیم فوتبال زنان ترکیه قرار است به یاد سحر خدایاری یک شنبه آینده یک مسابقه فوتبال برگزار کنند. سحر خدایاری دختر ایرانی عاشق فوتبال 11 شهریور خودسوزی کرد و 9 روز پیش درگذشت. این 2 تیم قرار است در شهر استادیوم در معذرت میخوام در استادیوم کمال آکتاس شهر استانبول با هم بازی کنند. در پوستر تبلیغاتی این مسابقه نوشته شده دختر آبی تو هرگز تنها نیستی. مرگ سحر خدایاری انعکاس جهانی داشت. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می‌دهد. انتشار عکسی تقریبا قدیمی از او به دردسر بزرگی برای آقای ترودو تبدیل شده. عکسی که در آن صورتش را سیاه کرده، کاری که رفتاری نژادپرستانه تعبیر شده. سام فرزانه گزارش می‌دهد. ابتدا فقط یک عکس بود. عکسی که در آن جاستین ترودو استاد جوانی در دانشگاه را با صورتی سیاه و در لباس یکی از شخصیت‌های داستان علایالدین نشان می‌داد. او در یک مهمانی شرکت کرده بود که بیشتر مهمانان لباسهایی برگرفته از 1001 شب را به تن کرده بودند. اما بعد انتشار فیلمی قدیمی تر از او کار را برایش سخت‌تر کرد. حالا معلوم شده که آقای ترودو بیش از یک بار در زندگی خواسته که با سیاه کردن صورتش تفریح کند. آقای ترودو تا به حال چند بار از رنگین پوستان کانادا عذرخواهی کرده. کاری که من انجام دادم آنها را آزرد، کسانی را آزرد که نباید به خاطر هویتشان دچار تبعیض شوند. من عمیقا پشیمانم. سیاه کردن چهره فارغ از اینکه در چه فضایی بوده همیشه غیر قابل قبول است. برای اینکه یک تاریخچه نجات پرستی پشت این کار است، من باید این را میفهمیدم و هیچ وقت چنین کاری نمی‌کردم. جاستین ترودو که در سال 2015 به قدرت رسید با انتخاب کابینه‌ای که نیمی از آنها زن بودند و شامل اقلیت‌های قومی هم می‌شد، کانادا را کشوری متعلق به تمام شهروندانش نشان داد. او بعداً با استقبال از پناهجویان سوری سعی کرد نشان دهد که کشورش با آمریکای به رهبری دونالد ترامپ متفاوت است. شاید برای همین باشد که بسیاری از رنگین پوستان کانادایی از سیاه بازیش چشم پوشی کردند. به نظرم موضوع مهمی نیست. در سال 2001 واقعا این موضوع برای مردم مهم نبود. او فقط میخواسته نقش یک شخصیت از کارتون علایالدین رو بازی کنه. به نظرم واقعا موضوع مهمی نیست. رقبای سیاسی اما به این اندازه حاضر به چشم پوشی از این تصاویر نیستند. نگران عواقب این کارها برای کانادا هستم. جوانها نه یک عکس بلکه چند عکس می‌بینند که نخست وزیر واقعیت زندگی آنها رو داره مسخره می‌کنه. انتخابات سراسری کانادا یک ماه دیگر برگزار می شود و آقای ترودو و حزب لیبرالش با انتشار این عکس ها ضربه بزرگی خورده که فرصت چندانی هم برای جبران آن ندارد. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. در آمریکا رهبران حزب دموکرات گفتند اگر مقام‌های اطلاعاتی حاضر نشوند، شکایت یک کارمند افشاگر درباره مکالمه بحث برانگیز دونالد ترامپ با یک همتای خارجی اش را با کنگره در میان بگذارند، به دادگاه شکایت می‌کنند. گویا این فرد گفته آقای ترامپ در گفتگو با رهبر یک کشور دیگر به او وعده‌ای نگران کننده داده است. بازرس کل سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تحقیق درباره این ادعا را آغاز کرده. این احتمال هم مطرح شده که موضوع به اوکراین مربوط باشد. خود آقای ترامپ این اتهام را رد کرده و آن را آزار رئیس جمهور خوانده. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا 2 عضو هیئت نمایندگی کوبا در سازمان ملل را اخراج کرده. وزارت خارجه آمریکا گفته به وزارت خارجه کوبا اطلاع داده خواهان خروج فوری 2 دیپلمات کوبایی است. آنها را به سوء استفاده از مزایای اقدامات اقامت دیپلماتیک و تلاش برای اعمال نفوذ در آمریکا متهم کرده. علاوه بر اخراج این 2 دیپلمات، آمریکا گفته از این به بعد سایر اعضای هیئت نمایندگی کوبا در سازمان ملل فقط در همان منطقه منهتن در نیویورک
می توانند رفت آمد کنند. اینستاگرام اعلام کرده صفحات تبلیغ جراحی پلاستیک و رژیم لاغری را می‌بندد. طرفداران کارزارهای نگاه مثبت به بدن از این تصمیم استقبال کردند. قرار شده بعضی از پست‌های اینچنینی برای کاربران زیر 18 سال و بعضی هم درباره محصولات لاغری معجزه‌آسا کامل حذف شوند. نگرانی‌ها درباره تاثیر تبلیغات محصولات لاغری بر جوانان رو به افزایش است. دو تحقیق بزرگ نشان دادند که جمعیت پرندگان در آسیا و آمریکا به شدت رو به کاهش است. اولین تحقیق آمده نسبت به آمار 49 سال پیش، حالا در آمریکا و کانادا تعداد پرندگان 3 میلیارد کمتر شده. تحقیق دوم هم میگوید در جزیره جاوا در اندونزی پرندگان بیشتر در قفس زندگی میکنند. ویکتوریا گیل گزارش میدهد. روزانه هزارها از این پرندگان فروخته میشوند. در جاوای اندونزی فروش پرندگان رونق زیادی دارد. علاقه مردم به آواز پرندگان به این موضوع دامن زده. آخر هفته ها مسابقات آواز پرندگان در سراسر کشور برگزار می شوند. پدیده‌ای که حالا این پرندگان را در معرض انقراض قرار داده. ده ها گونه پرنده که برای فروش در بازارها عرضه می شوند در معرض نابودی قرار دارند. دانشمندانی که روی این موضوع تحقیق می کنند می گویند که وضعیت بحرانی است. جاوا اندازه انگلستانه و تخمین میزنیم که حدود 75 میلیون پرنده در قفس نگهداری میشن. این احتمالاً از تعداد پرندگان آزاد در طبیعت بیشتره. این مسئله جدی برای این جزیره و حیات وحشه. این یکی از دو تحقیقی است که به تازگی منتشر شده و در مورد کاهش جمعیت پرندگان جهان هشدار میدهد. پروژه دیگری که توسط دانشمندان در کانادا و آمریکا انجام شده، 50 سال تحقیق روی پرندگان در آمریکای شمالی را بررسی کرده. این تحقیق نشان می‌دهد که امروز تعداد پرندگان در آمریکا و کانادا نسبت به سال 1970 3 میلیارد کمتر شده. علت آن از بین رفتن زیستگاه‌ها به خاطر فعالیت‌های انسانی ذکر شده. اما دانشمندان می‌گویند تحقیقاتشان می‌تواند زنگ بیدارباش باشد و باعث اقداماتی برای محافظت از زیستگاه‌های حیاتی و مسیرهای کوچ پرندگان شود. و در اندونزی از علاقه فراگیر مردم به پرندگان می‌توان برای حفاظت آنها در حیات وحش استفاده کرد. ویکتوریا گیل، BBC نیوز. به پایان این بخش خبر می‌رسیم. تا دقایق دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهم بود.